اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: ان الغیرة من الایمان. در گذشته بحث ما نسبت به تربیت بود. تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن که عرض کردم معمولا انسان در چهار محیط ساخته می شود که هم نقش سازندگی ممکن است روی انسان داشته باشد، هم نقش تخریبی. ابتدا محیط خانوادگی اول اونجاست، دوم محیط آموزشی به طور متعارف، سوم محیط رفاقتی و چهارم محیط شغلیست و عرض کردم فضای پنجمی هم داریم که حاکم بر این چهار محیط است. در گذشته بحث ما نسبت به محیط سوم یعنی محیط رفاقتی. عرض کردم اثرگذاری محیط رفاقتی در انسان او نقش اساسی دارد و نسبت به اون دو محیط گذشته نقشش قوی تر است، گاهی خونسا می کند حتی نقش محیط آموزشی و محیط خانوادگی را، که اگر محیط خانوادگی به تعبیر ما سازندگی بود و خوب بود، آموزشی خوب بود، ولی رفاقتی اون محیط مناسبی نبود برای انسان، تمام اون ساخته ها را تخریب میکنند. محیط رفاقتی این طور است، خیلی قویست اثر گذاریش. لذا من وارد این بحث شدم، چند جلسه بحث کردم، لذا به اینجا ما رسید بحثمون که انسان در باب انتخاب برای به اصطلاح ما رفیق باید اختبار قبل الانتخاب داشته باشد، یعنی بیازماید شخص را که میخواهد با او به اصطلاح حلقه دوستی برقرار بکند، که تعبیر کردم به دوستیابی. خودش اصلا مسئله است در معارف ما، دوستیابی. با این که انسان باید بیازماید، امتحان کند، اون هم در سه رابطه، من عرض کردم، هم عقلی، هم نفسی و هم عملی، یعنی از نظر اعتقادیش و از نظر نفسانی که عبارت از شهوت و غضب است، این افسار گسیخته است یا نه، مهار انسانیت و شر در دهان به اصطلاح شهوت و غضب گذاشته است، مرز را رعایت میکنه، مرز دار است، از نظر عملی لاقالیگری است، بی بندباری است. اینا رو من نارمانش بس کردم، آیات و روایت اینو من آوردم، اینو در من یک تذکراتی است که بخوام باید وارد همین تتمه بحثم بشم. خب جهتشم من عرض کردم این است به این که رابطه تنگاتنگ نسبت به افراد وقتی انسان پیدا کند، این منشأ محبت می شود و دلبستگی، و این دلبستگی است که خدمت تو عرض شود که
گاهی نقشه حیاتی دارد برای انسان، عکسش هم هست. خدمت تو عرض شود که چون وقتی دلبستگی آمد اونجاست، یعنی وقتی محبت آمد که اونجاست که تعبیر در روایت چون خوندم دیگه تکرار نمی کنم، هم کور می شود هم کر می شود نسبت به رفیق. تا قبل از آنی کور و کر بشوی برو ببین چه عیوبی دارد، فهمیدی؟ به تعبیر ساده قبل از آنی که کور و کر شوی یعنی چی؟ یعنی به این که علقه و دلبستگی پیدا کنی که نتوانی دیگه او را بیازمایی، فهمیدی؟ آزمایش قبل از دلبستگی. و روایتی رو مطرح کردم، حالا یه روایت دیگه رو من در این رابطه که از امام صادق صلوات الله علیه است که تعبیری رو که ایشون فرمود به خصوص در ارتباط با مسئله شرایط زمانی مطرح می‌فرماید حضرت، در روایت دارد که اذا کان الزمان و زمان و جور و اهله اهل و غدر فطمئنین الى كل احد عجز. مسئله شرایط زمانی را مطرح میکند حضرت. اگر جوریست که به اصطلاح ما جو غالب در جامعه اینطور شده است نعوذ بالله که مسئله تعبیر قدر دارد، اولش هم که جور است، اولا مرز شناسی کنار رفته است، داری کردی جائر یعنی مرز شکن، نه مرز انسانی رو رعایت میکنند نه مرز الهی را. اذا کان از زمان، زمان چی؟ جور. و دوم و اهله اهل قدر، بعد مسئله فریبکاری درجه کنی جهر کردن حقه و کلک و به تعبیر ما قدر ایناستی ها، این غلبه دارد در اجتماع. شو گاییم تعبیر به زرنگی میکنن، خیلی زرنگه چیه؟ چون خوب کلا سر مردم بذاره واقعا، اینکه میگن تبدیل میشه منکر به معروف، یعنی تو روایات منکر ها میشه معروف، عکسش معروف میشه چی؟ منکر. عجب آدم ساده ای، قیلی به هر دوتاش مثال زدم واسه تو. فتو معنینا الى کل احد عجز، یعنی به این که با هر کس جناب عالی رابطه برقرار کنی، بعدم بهش اعتماد بکنی، این اونجا سال بس اعتماد است، تو معنینه چی؟ رکون بکنی بهش. این دلیل بر ناتوانی توست، آدم توانا هیچ وقت اینجور نیست، میره چیکار میکنه؟ تحقیق میکنه، این فهمیدی؟ نگاش میکنه، زیر نظر میگیره. عرض کردم در سه رابطه، هم در رابطه با مسائل اعتقادیش فهمیدی، بینشش چه بینشیست، آیا همسوست بهش میکنی با چی؟ بینش های صحیح ها، بفهمی چی میگم؟ نه با من، چه مثلا بینش تو هم کج باشه ولی رج باشه پیش خودت، نه با معیارهای صحیح سنجیده. و همچنین از نظر نفسانی افسار گسیخته است، از نظر عملی لاابالی است یا نه. به تعبیر دیگر یک کسی است که مرز شناس است، توجه کنی که چون من در گذشته گفتم در این سه رابطه
باید انسان که من روایت خوندم اختبار داشته باشد. اختبار یعنی آزمایش. من یه روایاتی ما داریم، اینا رو من مطرح میکنم در باب همین آزمایش. اینها سر جای خودش درستم ازش، یه سن نشانه های خوبی هم هست که در روایت ما داریم، اینا رو من هم دار دیدم، من که توجه ندارم. مثلا در یه روایتی از علی علیه السلام است، فشدت یختبر و از صدیق. کجا میتونیم بفهمیم کسی دوست توست در گرفتاری ها که برای تو پیش میاد؟ اونجا میفهمیم. ما از این روایات متعدد هم داریم. ما راجه کنیم، یا مثلا فرض کنید این روایت من قبلا ظاهرا خونده باشم از علی علیه السلام، عند زوال القدره، اینجاست که یتبین از صدیق من العدو، که با یه معنا با او همسو هم هست. وقتی که توانایی تو توانایی داشتی شما عدد گرفته شد، حالا هر در هر رابطه، زوال قدرت یعنی قدرت تواناییست، توانایی مادی، اونجا میفهمی کی رفیقته کی رفیقت نیست. این چیزیست که من تو خودمونم مثل مطرحه، تو مسائل اجتماعیمونم مطرحه که فقط به قول ما این در سراء با بنده هست یا در وراء هم با بنده هست. توجه کنید ها، این مواده میفهمه دیگه. این رو انا تنشتبت که اینا نشانه ها خوبیست، ولی خدمت ها هستمت که خیال نکنید که تمامش همین است، تمامش این است نیست. نه، اینها یک شاخه هاییست از او که من حالا عرض کنم. من این که چون بحثم این بود، آزمایش بود، بله میتونی بیازمایی، یعنی تا هنوز این امتحان خوب پس نداده، دلبستگی اینجا بیجاست. توجه کنید، این اشتباهش، اینو شما بدانید. مکرر گفتم مقدسترین، ارزشمندترین بعد وجودی انسان دل انسان است، قلب است. این بالاتر از عقل است. قلب از ذره ارزشی بالاتر از عقل است. توجه کنید چه هست کردن. من وقتی بحث کردم اینجا بزا ایمان هم در ارتباط با قلب مطرح میکنن. توجه کنید چه هست کردن. یعنی اگر کار کرده عقل منعکس در قلب بشود، اینجاست که تازه ارزش من میشه، و الا کار کرده او ارزشی ندارد. حالا در اینجا مخصم بگم، در اینجا میخواد دلبستگیست، کار کنه عقل، عقل اصلا دلبستگیست بیشتری نیست، ایمان دلبستگی به خداست. در اینجا اینی که خیلی روش تأکید شده به این که ابتدا بیازما طرف را در این روابطی که گفتم بیازما، برای اینه که وقتی دلبستگی آمد، یک نوع تکنه ها میشه گفت انسان تسلیم شدن پیدا میکنه، مثل قضیه ایمانه. توجه کنید که دلبستگی به خداست، این منشأ چی میشه؟ این میشه آدم رضا به رضای الهی بدهد، تسلیم او بشه و توکل به او بکند. نگاه کنید من اینا رو قشنگ صد شوردن پایین نیست. اینجور ایمان منشأ میشه دیگه، درسته؟ که اعتماد به خدا میکنم، چیکار میکنم؟ توکل به خدا میکنم، بعد رضا به رضای او میدهم، درسته؟ تسلیمم. در رفاقت هم آقا همینه، نگاه کنید چقدر سطحش رو اونم پایین، چون دلبستگی است. توجه کنید این یار داره در بعدش در پی داره دیگه. لذا دیدید اونجا داشت تو معنینه،
دقیق تو معنی نه. بنابراین این بسیار یه بحث دقیق تری ما داریم در معارفمون راجع به رفاقت و دوستی بالاتر است. من چاره جزی ندارم یه مقدار به سیاست مطلب رو چیز کنم پایین بیارم. با این که حالا من یک کسی رو رفتم و امتحان کردم، دیدم نه آدمیش از ذره نفسانیاتش شهوتش افسار گسیخته نیست، غضبش افسار گسیخته نیست، مرزشناسه، آدم لاوبالی نیست از ذره کارها و اعمال بیرونیش، توجه کن چه از کردم، آدم بیبندباری نیست و امثال اینها. این رو چه بسا هم بگم آدم متدینی هم هست، از ذره شرعی رعایت جهات شرعی هم میکنه. نگاه کنین همه اینا دارم میگم هم. خدمت رو هر شبت میگیم خب بسیار خوب، این یه آدم خاطر جمعیست. نگاه کنی سطح آوردن پایین ها، آدم چیه؟ خاطر جمعیست. من دیگه اگر با این رفاقت کنم دلهورهی چیه؟ ندارم که یه وقتی کلا سرم بذاره شو در ربط با امور مالی آبرویی، چون معمولا اینجوری است که اگر کلا نداشته باشه آدم کلا سر آدم میذارن، اون اجتماع خراب. اگر کلا داشته باشی کلا تو بر میدارن، چون از دهال خارج نیست. این تعبیری که امام صادق علیه السلام کرد من دارم واسه تو روایت میگم، نمیخوام بخندونم تو. زمان چی باشه؟ زمانی باشه یعنی هم کلک، تعبیری که قدر داشت همه یعنی جبه حاکم بر جامعه، توجه کنید. بله و اهلهو چی؟ اهل و قدر و تو معنی نه. اینا رو خوب دقت کنید. چون؟ نه آدم مورد اعتماد و اطمینان خدمتون در روابط گوناگونه به تعبیر من اجتماعی مادی دنیایی، توجه کنید. و چه بس هم مثلا فرض کنید از اونایی هم نیست، به این که فرض کنید که فقط در سر را با من باشه، نه از اون کسانی نیست. به قول ما بی وفا در رفاقتم نیست، وفادارم هست. این جهاتم خب البته اینا بهتون میگم اینا همه مزایاست، نه که نیست که من گفتم که فشل نیخته به استادی، نشانه های خوبی هم هست، اینا همه نشانه های خوبیست. آیا همین کافیست یا نه؟ یا کنی گام به با من پیش آمد کافیست من رفیقشم باشم؟ جواب در یه بود بله، در یه بود نه، مهم اون نه است که میشه. این خیلی روشن در یه بود بله، یعنی بله بله خوب و لبات با هم چیز داره در این نشه بله. اما بازم صد درصدیش اینم محل حرف ها، صد درصدیش محل حرف، اینم به تو بگم. ولی خب اونجا که ما آزمونده ایم خوب، اما نه حالا میگم چرا. با این که ما گفتیم رابطه تنگا تنگ منشأ چی میشه؟ محبت میشه، درست یا نه؟ محبت خودش او یه علت میخواد و یه سبب میخواد، درسته این رابطه او رو میآفریند بین من و او، ولی خود محبت اصلا ما یه بحث داریم از چیه این خوشت آمد.
واسه یه چی خوشت اومد. اینا دوتاست. از چیه این خوشت اومد؟ مال مردم خور نیست. واسه چی خوشت اومد؟ مهم دومیه. و این که اگر واسه این خوشت اومده که در زندگی دنیایی کلا سرت نمیذاره، خاطرت جمعه، میفهمی چی میخوام بگم؟ مال تو نمیخوره، آبرو تو نمیبره. خوب نگاه کن چی دارم میگم، نجیش بدی نیست، همه خوبه. اگه واسه اینه شو این محبت در بعد معنوی و الهی ارزش ندارد، این رفاقت. شاید به شما این رو نگن اینجوری، خوب دقت معارف ماست، این معارف ماست. نه، چون بالمو نمیخوره، چون کلا سرم نمیذاره، چون کلامو بر نمیداره، شد اصلا امثال اینها شد. یا در چی زیق و شدت دستمو میگیره، این امثال اینها شد. که همه اینها مسائل مادیست. یعنی منشأ محبت چه؟ مادیت. علت و سبب چیه؟ مادیت. این محبت ارزش نداره. خب چراش رو که این رو من برم سراغ چراش تو روایت، روایت از علی علیه السلام است. ود ابناء الدنیا ینقطع لانقطاع سببه و ود ابناء الاخره یدوم لدوام سببه. چقدر قشنگ، چه زیبا قشنگ بسید بک. و اونیست که سبب این محبت به این چی بود؟ مادیات بود. درسته؟ مادیت از بین میره با. درسته؟ اونی که مؤمن است، اونی که معتقده به چی؟ نشاعات بعد است، درست یا نه؟ این فقط به درد زندگی چی میخوره؟ دنیا. منشأش هم چی بود؟ امور مادی بود. شو؟ این که همیشه نیست با من که. شو میزید تو برزخ نشه، برزخ میزید نشه قیامت، خونه و زندگی و پول و اینا رو همراه خودت میبری. بعدم رفیقی میگم خب مالا ما نمیخوره اونجا. خیلی روشن بگم واسه تو رفیق خوبی ها، قیامت ها نمیدرزه مالا منم. کلا سرم اونجا نمیزه، یه بهتر از این نمیزه اینو بیارمش پایین. آره یا نه؟ باید یه سببی مطرح کنی و محور قرار بدی، محورش قرار بدی که این محور چیه؟ قطع شدنی نباشه، جاودانه باشه، همیشگی باشه، این رفاقت نشأه سرش نشه. به تعبیر من این رفاقت، این محبت ها نشأه سرش نشه. دنیا، برزخ، آخرت، سرش نمیشه. ما در روایات این رو داریم که حالا کدومه که کدوم سببه که این هیچ وقت از بین رفتنی نیست. من در گذشته اشاره داشتم البته از علی علیه السلام، من لم تکن مودته فی الله فاحذره. این دیگه صحبت اینا نیست، راست میگه دروغ میگم، چه این حرفان چیه؟ سبب محبت چیه؟ خدا باش. اگر دیدی خدا نیست، ها؟ دنبال کن. فحذر.
کل مبدت مبنیه علا غیر ذات الله زلال و الاعتماد علیه محال. یا الله چی شد؟ قانون عقلی پیش کشید علی علیه السلام. کل مبدت مبنیه علا غیر ذات الله زلال. بسیار خوب اشتباه کنم. و الاعتماد علیه محال اصلا. اینجاست که این بحث مطرح میشه. من اینکه گفتن یه مدخلی بود برای یه دسته از روایاتی که ما در باب خدمت و هر ساعت که حب داریم، که من یه وقتی بحث در حب کردم من رو اینجا من خدمت و هر ساعت که این اونا معلوم میشه. حب فلاح و بغض فلاح. ما روایات متعددی داریم، اونا که علشان میدونن شو که چی میخوان بگن. اونا حب فلاح، بغض یعنی دوستی، دشمنی ها محور چی باشه؟ خدا. با این رفیقم چون آدم مورد اعتمادیست و کذایست و فلان حرفا، از نظر زندگی دنیایی ضرر نمیزنه، نفع هم میرسونه شو. با این دشمنم چرا؟ چون من اینکه این کمکم نمی کن. مثلا پس کنید اون جایی که دلم میخواد مربوط به دیگه چیه؟ چون همش محور چی شده؟ دنیاست. از یه منظر توجه کنید که من گفتم یه بود شو، این حب شد هیچ ارزش نداره. اون حبی ارزشمند است که دوام داشته باشد. محورش چیز اون چیزی است که او دائم باشد. او دائم باشد، فهمیدید؟ او زوال ناپذیر باشد، محور او باید باشه. و در موجودات اونی که لا زوال له به تعبیر ما الله تعالی است. لذا این حب و این دوستی جاودان است. این جاودان است. در هیچ نشیب و فرازی چیه؟ از بین نمیره. در هیچ نشیب. من در گذشته یادتون باشه راجع به شفاعت در قیامت راجع به مؤمنین من به این معنا اشاره کردم، من به همین معنا زیل اون آیه شریفه که خدمت های راجع به قیامت داشت، خدمت های شبه که الا المتقی، خدمت های شبه غیر متقیم بعض همله بعض این عدو توجه کنید. در قیامت اینجوری میشه، تمام پیوندها قطع میشه. یعنی وقتی از این دنیا رفت انسان، تمام این پیوندها، هر پیوندی گوش کنید، هر علاقه، همه اینا یه پیوندی، اون پیوندی چون اون محبته، درسته؟ مراقب باش واسه خدا دوستش داشته باشی. میفهمی چی میگم؟ نه برا خودت. حالا دیگه قشنگ رسیدیم به اصل بحثمون. یه وقت هست تو رو واسه خودم میخوام، یه وقت تو رو واسه خدا میخوام. بها اینا فرق میکنه. اینایی که اینجا هست برا خودمه. حتی اینش هم خوبه، نه اینکه بعد بودا گفتم روایت خوندم خودم، خیال نکنید ندیدم، دیدم بله درسته. در شدت میبینم نه عزیز بلند میگیری، کلام سرم نمیذاره، قشنگم چیزه، همه چیزش درست. این معناش نیست که تو رو واسه خودم میخوام، تو رو واسه خودم، چون به هم ضرر نمیزنی، نفعم به هم چیه؟ میرسونه دیگه تو دنیا دیگه. بهتر از این میخوای رفیق؟ همه عینک مادیت در باب رفاقت به چشممون داریم. بازم نمیگم واسه خدا بخوام او رو، توجه کنی؟
محور او باشد. توجه کنید، یعنی اون جایی را که داری به اصطلاح اخبار میکنی، اختبار میکنی، آزمایش میکنی، همه اینا سر جا خودش. اما دست آخر چی؟ میخوام با این پیوند درونی ببندم برای چی؟ خدا. مهمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.